نگاهی به چند خبر کوتاه. رؤسای سه نهاد سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه 23 آبان از دولت‌ها خواستند از بیانیه سیاسی جدیدی که برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت تهیه شده حمایت کنند. دبیر کل امور خلع سلاح سازمان ملل متحد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، رئیس جدید صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اقدامی مشترک از دولت‌ها درخواست حمایت از این بیانیه را کردند. طبق گزارش مؤسسه اقتصادی کره، جمعیت مسلمان در کره جنوبی در سال 2021 بالغ بر 150 هزار مسلمان بوده که شامل 45 هزار کره‌ای و 105 هزار خارجی است. با افزایش جمعیت مسلمانان این کشور، هر سال بر تعداد فروشگاه‌هایی که محصولات اسلامی و حلال عرضه می‌کنند در این کشور افزایش می‌یابد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در آذر ماه 1399 آمار دانش آموزان در معرض اعتیاد را این گونه اعلام کرده بود. نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت دانش آموزان کشور 2.1% است که با اعلام وزارت آموزش و پرورش آهنگ رشد اعتیاد در این قشر متوقف شده است. این در حالی است که نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت دانش آموزی در میانگین جهانی 20% است. نتایج انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی پس از کاندیدا شدن 150 نفر از آنها برای انتخابات دیگر در حاشیه سیاست آمریکا نیستند. مجله تایم در گزارش خود آورده که مسلمانان آمریکا تا صبح پنجشنبه در انتخابات میان دوره‌ای محلی، ایالتی و فدرال حداقل 83 کرسی به دست آوردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که امروز 15 نوامبر 2022 میلادی جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر می‌گذرد. به گفته این سازمان پیش بینی می‌شود جمعیت جهان در سال 2050 از 10 میلیارد نفر هم عبور کند.